خب واکنش ها در فضای مجازی بسیار بسیار گسترده هست نسبت به وقایع اخیر و اون که در خیابان های شهرهای مختلف ایران اتفاق میفته اینجا همکارم بنیامین سعد در استدیو حضور داره تا کمی صحبت بکنیم در رابطه با واکنش ها در فضای مجازی بنیامین فیلترینگ بسیار شدید هست اینترنت تحت کنترل و سرکوب شدید حاکمیت هست با این وجود کاربران در فضای مجازی واکنش نشون میدن شروع بکنیم با ماجرای خاکسپاری نیکا شاهکرمی که بسیار باستاب داشت بله مهدی خب همونطوری که گفتی در یک ساعت های کاربرها میتونن فیلم هاشون رو برای ما ارسال بکنن یا از جاهایی که دسترسی دارن به اینترنت و از همون طریق ارتباط ما برقرار میشه به سختی خیلی هم از طریق تلفن و حالا ابزارهای دیگه اطلاعاتی رو به ما میدن اما درباره موضوعی که گفتی خیلی جالبه که در واقع یک تقارنی اتفاق افتاد خب در حوادث اخیر متاسفانه چند دانش آموز کشته شدن یعنی زیر 18 سال دانش آموزایی بودن از جمله شاکرمی نیکا شاکرمی که او هم یک دختر دانش آموز 17 ساله بود که کشته شد روز دوشنبه خاکسپاریش بود روز یک شنبه جشن تولدش بود و همزمان با این اتفاق خیل... خساوری هم ما الان داریم می‌بینیم از مراسم خاک سپاری که شاکر. البته این مراسم خاک سپاری هم حاشیه داشت از جمله دستگیری خاله او و مسائل دیگه ابتدا اجازه ندادن که خاکسپاری انجام بشه به دلایل امنیتی در واقع ممران حکومتی جلوگیری کردند و مسائلی از این دست اما نکتهش این بود که این اتفاق دقیقا زمانی افتاد که دانش آموزای مدارس دیگه هم پیوستن به جمع معترضین و در واقع اتصاب کننده ها چیزی که یکم غافل گیر کننده بود و ما اصلا در واقع سابقه از این موضوع به این اون شکل هم نداشتیم به خصوص در روزی که آقای خامنه ای سخنرانی داشت و توی سخنرانیش اعلام کرد که نوجوانان در خیابان رو میشه با یک تنبیه متوجه کرد که اشتباه, اشتباه میکنن. میکنن و دقیقا در صبح همون روز همزمان با خاک سپاری نیکا دانش آموزا در مدارس مختلف نه فقط تهران، کرج، شیراز، اصفهان، های متعددی با همین وضعیت اینترنت به دست شبکه های در واقع خارج کشور رسیده از جمله ما که نشون میده دانش آموزا روسری آتیش میزنن و با شعارهای سیاسی میدن مهدی که این هم در نوع خودش جالبه یک کاربر در توییترش اشاره کرده به همین شعارها و گفته این بچه های کم سن و سال میدونن چه شعاری بدن که تفرقه افکن نباشه و انتقاد کرده از برخی چهره یا افراد و گفته که شعارهایی که یک گستره ملی رو در بگیره همه جریان رو در بر بگیره و به نوعی یک همبستگی ملی ایجاد بکنه از دهان این بچه ها شنیده شده بچههایی که مدرسه ای هستن و بچه مدرسه ای هستن و همچین انتظاری ازشون نمیرفت. که این آگاهانه شعار بدن و در صحنه حضور داشته باشن کاربر دیگری هم اشاره کرده به همین موضوع و گفته که این صدای اصلی که از دل دانش آموزا و مدرسه بلند میشه نه آهنگ حکومتی سلام فرمانده او به تعنه نوشته در مقابل این نسل جدید درمانده ای درمانده این کاربر در واقع کنایه زده به سرود سلام فرمانده سرود حکومتی سلام فرمانده که خب خیلی پروپاگاندا کرد حکومت براش که نشون بده نسل جوان در واقع باهاش هم همسو هستن هماهنگ هستن به خصوص بچه های کم سن و سال زیر 18 سال ولی ما در این اعتراضات داریم یک چیز دیگری میبینیم تصاویری که از رهبر جمهوری اسلامی در کلاس های درس به پایین کشیده میشه اونها هم در شبکه های اجتماعی خیلی باستاب داشته همونطوری که خودت دیدی و یک نکته دیگه بنیامین بحث دانش هستش صحبت از اعتصابات و فراگیر شدن و آغاز اون هست. در مورد فرهنگیان و معلمان صحبتی بوده که دست به اعتصاب بزنن. چون در چند ماه گذشته فرهنگیان و معلمان بسیار به خیابان ها اومدن و اعتصابات گسترده‌ای داشتن. دست کم با همین وضعیت اینترنت ما سه تا فیلم داشتیم که نشون میداد دانش آموزا اعتصاب کردن یعنی در دو مدرسه دانش آموزا شعار نمیدادن اما از رفتن به کلاس درس خودداری کردن معلم هاشون دارن تشویقشون میکنند. این گونه که در صدای تصویر در واقع شنیده میشه و اونها در واقع به نوعی دارن قبطه میخورند به حال این دانش آموزا و میگن که مثلا از جسارت اونها یا شهامت اونها حمایت میکنن یا صحبت میکنن معلم هایمون دانش آموزا. یک فیلم دیگه هم داشتیم مهدی که خیلی جالب بود خانواده یکی از دانش اشاره میکرد که از از حیات مدرسه بیاین بیرون و شعار بدین یعنی دو تا پدر بودن که جلوی یکی از این مدارس بودن و اشاره میکردن که در واقع دانش از مدرسه بیان بیرون و شعار بدن در واقع اعتراض رو به خیابون بکشونن درباره اعتصاب معلم ها چندین فراخوان اومده ولی خب همونطوری که میدونید تعداد زیادیشون بازداشت به خاطر مسائل ماهای گذشته و عملا زیر فشار شدیدن کانون سنفی معلمان و به خاطر همین در واقع دانش آموزها دارند به نوعی هماهنگ میشن و همراه میشن با معلم های معترضشون بسیار سپاسگزارم ازت از بنیامین بنیامین سرد از اینکه با ما همراه بودی ممنون هم است